یک هفته از حملات انفجاری به مکتب سید الشهدا در دشت برچی کابل گذشت. خانواده های قربانیان این حملات در داخل مکتب جمع شدند و از حکومت عدالت می خواهند. آنان می افزایند که حکومت در تامین امنیت مردم به ویژه امنیت مراکز آموزشی ناکام مانده است. دیگر در این نقطه ظلم پایان بیابد و باشد توجه زیاد برای این نقطه که دیگر این حادثه ها صورت نگیرد که مردم بتواند در آرامی و آسایش دنبال علم و کسب خود باشد. دیگه نمیخوایم این حادثه ای وحشتناک حادثه ای وحشتناک این چیزا شیرین رضایی که در حمله هفته گذشته چند تن از همسنفان خود را از دست داده است میگوید هر چند در این رویداد زیان روحی دیده است اما تاکید میکند که هیچگاهی از درس دست نمیکشد و به آینده خود امیدوار است. ما قول میتونم که من مستحکمتر از گذشته و استوارتر از گذشته به ایران ادامه میتونم و ما حتما یک روز افغانستان را میسازم و ما امیدوار هستم یک روز برسه که ما شایستگی ریاست جمهوری افغانستان داشته باشیم. خانواده های قربانیان حمله بر مکتب سید الشهدا در یک قطعنامه از حکومت و جامعه جهانی میخواهد که این رویداد را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند و یک روز را هم در تقویم به نام قربانیان سید الشهدا بگنجاند. در شروع هفته گذشته سی انفجار پی هم در برابر مکتب سید الشهدا رخ داد که به گفته خانواده های قربانیان در آن 95 تن جان باختند و بیش از 200 تن هم زخمی شدند که عمدتا دانش آموزان بودند.